سلام سلام دوستان یک چند وقت پیش هم جوری تصمیم گرفتم که یک کتابی جالب برای شما معرفی کردم به اسم بیاندیشید و من شوید یعنی با فکر کردن آدم پول دار بشه خب اون چیزی که خیلی برای ماها تقریبا غیر ممکنه ولی بود الان که دیگه نه الان ما مردم آگاهی پیدا کرده میدونه که واقعا شده نیست که این فکر چی کارهایی که نمیکنه مغز ما این قدرتی ذهنیی ذهنی که ما داریم بعد این کتاب هر چند وقتی میخوام بخونم خیلی مطالب مهم زیاد دارم این میگه که راه دستیابی به موفقیت را نشان داده همین کتاب واقعا موفقیت در کسب مال و ثروت و رسیدن به تعالی روحی روانی و هر چیزی که اصلا قابل اندازگیری نیست با پول یا با هر اصلا هر چیزی ارزشمند را ما میتونیم به دست بیاریم به شرطی که ما مغز به کار بندازیم این کتابی که ما حالا میخوانم که اسمش هست اینو با فکر کردن پول دار بشیم این کتاب با الهام از اندرو کارنگی که سال پیش رمز موفقیت خود را برای ناپل هیل شرح داد این یک رمز موفقیته واقعا اگه ما بتونیم این رمز ها رو یاد بگیریم دیگه پول دار میشیم یا به هر چیزی که به کار بگیریم فقط مسئله پول نیست برای هر چیزی ما اون را میتونیم به راحتی به دست بیاریم کارنگی نه تنها شخصا یک میلیاردر بود همین کارنگی بلکه با افشای رمز ثروتمند شدن خود نه فقط خودش بلکه به میلیونر میلیونر شدنی بسیاری کمک کرد سوای کارنگی حدود 500 نفر از اغنیای جهان از سراسر دنیا این رمز موفقیت خود را به نوبل اول هیل در میان گذاشتن و این این رمز موفقیت برای اصلا زمان و مکان نمیشناسه زن و مرد نمیشناسه هیچ موقعیت جغرافی براش مهم نیست به شرطی که ما خود ما درک کنیم خود ما آمادگیش داشته باشیم خود ما واقعا خود ما رو بازی ندیم یعنی به هر جایی ما میرسیم به شرطی که ما خود ما بخوایم تا حالا ما مثلا بیشتر دنبال بهانه گیری و دنبال ای از هزار تا دلیل میوردیم که نه نمیشن خب ارچ اگر کسی مثال میوردن که خب خیلی کسا به موفقیت رسیده میگه نه اونا که حتما یا دزدی کرده یا حالا چطوری بوده که اونا به موفقیت رسیده ببین به که خود ماها ما فکر به کار بندازیم هزار تا بعد و بیرو پشت سری کسی دیگه میگفتیم و حاضر نبودیم که خود ما را خود ما را اینی در راه درست قرار بدیم یا فکر ما را یا به که ما خودیم تمرکز میکردیم روی خود ما همش همینجوری وقت ما رو هدر میدادیم که به دلیل های بیخودی بعد و فرمول های از اسباب این فرمول ها که اسباب موفقیت برای همه کسانی که خواهان ثروت هستند و برای همه کسانی که به غنای روحی روانی راغب هستند کمک میکنن این کتاب این راهنمای چگونگی به دست آوردن هر چیزی که ما بخوایم حالا هر چیزی که ثروت حساب میشه سلامتی ثروت حساب میشه هر جور چیزهایی که ما بخوایم به اون برسیم آرزویشو داریم میرسیم این به که ما خود ما بخوایم دنبال چرت پرت ها تمرکز نکنیم توجه نکنیم صد درصد ما خیلی به مرتبه ای می میرسیم که آرزوی خیلی کسایی هستش که باید برسد خیلی وقتها دنبال تجربه بعضی ها رو میخواییم تجربه ببینیم یا مثلا یک کسی مصاحبه رو ببینیم که این در زندگیش چی کارهایی کرده که ما الگو بگیریم چون آدم دنبال اینه که یک یک چیز جدید یاد بگیره از زندگی کسی یا از کسایی که خیلی موفق بوده و یک جور الگویه برای ما ما دنبال این تجربه ها هستیم ولی خب اینجا هم تجربه مردانی نامی که با استحانت از های این کتاب به ثروت و مکنت رسیده این خیلی برای ما ارزشمنده که ما این از هر لوحه زندگی ما قرار بدیم با اجازه هدایت خیشتن برنامه ریزی سازمان یافته تلقین به خودش تلقین های مثبت تلقین هایی که واقعا ما میتونم یعنی خودش قوی کنه هر روز تلقین به خود نقش همکاران و تحلیل خیشتن و سرانجام برنامه برای ارائه خدمات شخصی آشنا میشویم در این کتاب از باب آرامش ذهن می شود این کتاب ما چون همی که آرام کردن ذهن ما خیلی برای همه مهمه حتی مراقبه که خب زیاد شنیدین یعنی آرام کردن ذهن با هر جور هر راه و رویشی که می خواهی ذهن تا آرام کنی ای یکی از چیزایی که خیلی ما به هدف ما بعضی اختار نمیرسیم این مغز ما فکر ما اینقدر شلوغ هزاران تا فکر های بد و اینا در ذهن ما باشه ما هیچ کار نمیتونیم متمرکز نمیشه به روی چیز خوب یک فکر و ایده ای ما در صورتی بیشتر به موفقیت میرسیم که ذهن ما خالی شه. آرام شه که ما تا یک فرصت پیدا شه به یه چیزای خوب فکر کنیم ایده هایی به سر ما بیاد به نظر ما برسه که ما به سمت موفقیت به سمت اون چیزی که میخواییم خب نه تنها خب کسی که میتواند به این مهم برسد از آمادگی کافی برخوردار باشه اینی هر کس یک چیزی میگه ولی ای که واقعا آمادگیش داشته باشه که به پیشرفت پیش رفت کنه این خیلی کم پیدا میشه یعنی دنبال موفقیت باشه دنبال آرامیش ذهن باشه یعنی گفتم یکی از راه که ما خیلی راحت به هدف ما برسیم ما باید ذهن ما رو آرام کنیم ذهن ما هرچی که آرام باشه ما هرچی که ما در صلح باشیم هرچی که خوشحال باشیم موفقیت ما بیشتر میشه دوستان رازی ثروتمند شدن را انرو کارنگی که یک میلیاردر زمانش بود به ناپل اون هل گفت و ناپل اون جدا از این که این رمز موفقیت را از کارنگی یاد گرفت ولی خیلی ثروتمند های دیگر را پیدا کردند مصاحبه گرفتن و کارهای بزرگی کردن که واقعا اگر ما دنبالش باشیم اون رمزها را یاد میگیریم خب این کار این را کارنگی میگه که ناپل اون میگه که این کارنگی این مردی دوست داشتنی به ذهنم این را سرازیر کردین یعنی شروع از اینجا شد ولی وقتی که مطمئن شد که نقطه نظری او را در کرده یعنی پیشنهاد کرد که از اون پس کلامش را به گوش جهانیان و به گوش مردان و زنانی برساند که بدون اون که شاید در زمره ناکام ها قرار می گرفت پیشنهاد او را پذیرفت و با همکاری کارنگی تا به حال به این قول خود استاد یعنی ناپل اون همون جوری که کارنگی ازش خواسته بود واقعا انجام داد و خیلی هم بهتر انجام داد خدمات بزرگی را واقعا انج... انجام شد در این کتاب رمز موفقیت را میخوانید که هزاران نفر در زمینه های مختلف زندگی از اون به گونه موثیر استفاده کرده آقای کارنگی معتقد بود که فرمولی اجازی که او را به سعادت و ثروت رسانده باید به الله کسانی که فرصت اون را ندارن تا خود در زمینه کسب معیشت بررسی کنن رسانی شود ببین چون اینا خب آزمون خطا ها زیاد کردن هم کارنگی هم خیلی از ثروتمندا ولی اینجا دیگه خب یعنی وقتی ما دنبالش باشیم کتاب در مورد موفقیت در مورد کسایی که واقعا به جای رسیده آماده یه یعنی تمام تجربیاتش هست که یکی از جمله این کتاب مثلا آقای کارنگی اظهار امیدواری کرد که بیتوانم درستی عقاید او را به استاد تجربه زنان و مردانی موفقی که با اونها گفتگو گف کردم آزمون کنم او معتقد بود که این که این فرمول را باید در تمام مدارس و دانشگاه ها تدریس کرد می گفت اگر بتوان این موضوع را به درستی آموزش اگر داده بشه انقلاب عظیم در نظام آموزش آموزش پرورش ما ایجاد میشه چون آموزش پرورش ما اینا خب واقعا یک بیماره یک رویش هایی هستش که خیلی در حد یک سواد یاد گرفتنه که به درد زندگی کسی نمیخوره واقعا این, این در موردی که انسان ها چطوری موفق باشه چطوری این قدرتی فکری که انسان ها دارد و خیلی چیزهای دیگه اصلا آموزیش داده نمیشه و خاطر همین اگر اینا به کار گرفته شود در آموزش پرورش خیلی انقلاب بزرگ در آموزش پرورش در مدارس در مردم اتفاق خواهد افتاد با استفاده از رمزی موفقیت همین اندرو کارنگی یک مرد جوان به اسم چارلز شواب شرکت فولاد امریکا رو متحول کرد یعنی ثابت کرد که کسی که از آمادگی لازم برخوردار باشه دیگه همی که بفهمه که در پی چی هست و چی میخواد از زندگی دیگه چی نمیشه جلو گیرش شد یعنی موفقیت پشت سر هم یک خیاط اهل تگزاس از جمله کسی بود که همه فرمول موفقیت رو به کار گرفت همین یک مؤسسه ورشکسته که تبدیل به یک سازمان موفق کرد خب اینا خب خیلی بر ما انگیزه میده آقای چاپلین در دانشگاه لاسال یک کارمند معمولی بوده وقتی که پی بردن وقتی که خواستن شروع کنن برای پیشرفتش وقتی که فرمول های موفقیت را به دست گرفتن اینه از یک کارمندی معمولی ارتقا پیدا کرد تا ای که به رئیس ریاست دانشگاه رسید بعد بعد از رئیس دانشگاه شدن هم ویل نکرد ارتقا پیدا کرد تا ای که همون دانشگاه را تبدیل به یک دانشگاهی مطرح کشور درست کرد اون رمز موفقیت چیه؟ یعنی کسانی که از آمادگی لازم بهرمند نباشد هیچ کاری نمیشه کرد اصلا کسایی که دنبال نقشه گنج هم میگرده باید خوب آمادگی اون را یعنی در عمق جونش در قلب و مغزش باید جا کنه و و دنبالش باشه و اگر نه همین جوری بگه آماده باشه هیچ چیزی آماده نیست به خاطر همون میگه استفاده از فرمولی کارنگی دقیقا همون چیزیست که باید ما درک کنیم یعنی باید خود ما حرکت کنیم باید وقتی حرکت کردی همه چیز درست میشه هدایت میشه به او چیزی که میخواییم ما در زندگی ما میتونیم به کار ببریم به شرطی که ما خود ما بخوایم یکی از ویژگی های این رمز اینه که وقتی کسی به اون احاطه پیدا کنه دیگه اون را باید به با کار بگیره یعنی هر روز به اون نزدیک میشه به شرطی که خودش بخواد خود را در مسیر رسیدن به موفقیت یعنی مجسم کنه یعنی خودش ببینه در اون جایگاه